بپردازم. به هر روی در اون نامه سخن رفته بود از آن رفتار شگفتی آفرین سهراب در نبرد با هجیر، که پیشتر هم از آن یادی رفت که آذرخ شاسا این پهلوان کار آزموده را از زین بر گرفت و بر خاک افکند. در اون نامه آمده است که سواران ترکان بسی دیده ام، انان پیچ زینگونه نشنیدم. انان پیچ پیداست کنایه ایست از سوار و جنگاور. به هر روی هنگامی که نامه به دست کاووس میرسد سخت بیمناک میشود از این تازش نو به ایران زمین. انجمنی می آراید، بزرگان و فرماندهان سپاه و پهلوانان را گرد می آورد، می فرماید که نامه را بر آنان برخوانند. سپس می گوید که این پهلوان تورانی اونچنان که در نامه نوشته شده است پهلوانی است از گونه ای دیگر، یکی پهلوان است گرد و دلیر، به تن ژنده پیل و به دل نرشیر. به همون سان که همواره زمانی که پادشاهان ایران در تنگنا می افتند و به ناچاری می رسند، از یل یگانه سیستان رستم دستان یاری می جویند، سرانجام در این انجمن هم بر می نهند که رستم را به رویارویی با سهراب فرا بخوانند. گیو را هم نام بر و پیک کاووس به نزد رستم بر می گذینند. می دانیم که گیو از گودرزیان است، پهلوانیست بزرگ و نامدار، بر پایه نشانه هایی که آشکارا در شاهنامه نیامده است همچنان می دانیم که به دامادی رستم هم سرفراز بوده است. از این روست شاید که گیو را به نزد رستم می فرستند. این کار نشانه ایست از این که چگونه سهراب با کارهای پهلوانی خود بیمی بزرگ در دل کاووس و پهلوانان ایرانی به هم ریختن، اصلا استراب گرفته اونها رو. بله همین. بر روی گیو می رود به سیستان. از آن پیش کاووس آشکارا استوار به او میگوید که بیدرنگ هنگامی که به نزد رستم رسید همراه با او بازگردد، اگر شب رسی روز را بازگرد، بگویش که تنگ اندر آمد نبرد.